زنی مثل کیانوش و شلر و فرزاد و آرش تقدیم کرده است. و تمامی این عزیزان جانشان را فدای راه آزادی نمودند. علاوه بر این که در طی 30 سال اخیر صدها و بلکه هزارها زندانی و اعدام از تمام مناطق و جوامع و اقوام ایران داشتیم و می خواهیم همه دنیا بداند که نظام ولایت مطلقه و استبداد سیاه ایران دشمن همه اقوام و جوامع ایران است، چرا که همه آنها را سرکوب کرده و حقوق اساسی همه را پایمال نموده و این نظام سرکوبگر دشمن همه اقوام و جوامع ایران، اعم از بلوچ، آذری، فارس و کرد و عرب و ترکمن و لر و مسلمان و غیر مسلمان می باشد و همگان را خفه کرده است. این نظام سرکوبگر دشمن همه آنهایی است که می خواهند آزادانه بیندیشند، آزادانه بنویسند و آزادانه صحبت کنند و یک نظام سیاه استبدادی را بر ایران و ایرانیان تحمیل کرده است. علاوه بر این که این نظام استبدادی دستاورد عظیم قیام 57 مردم ایران را برباد داد و 3 دهه است که سد آزادی و پیشرفت ایران و ایرانی شده است. آری، قیام مردم شعله‌ور شده بعد از 30 سال زور و تزویر ولایت مطلقه و بعد از بزرگترین و جاهلانه ترین جعل و تزویر تاریخ ایران که در جریان اعلان نتایج نمایش ریاست جمهوری و تمام رسوای 22 خرداد رخ داد و نمونه واقعی یک کودتای انتخاباتی بود، خشم و غضب مردم ایران به اوج خود رسید و فریبکاری دراز مدت نظام دروغ و فساد و طغیان استبدادیان و تحقیرات بی اندازه آب را به استخوان و روح و جان مردم ایران رساند و بزرگترین تظاهرات ضد استبدادی بعد از 30 سال سرکوبگری در جلو چشم استبدادیان ولایت مطلقه به راه افتاد. تظاهرات علنی که در شبکه های تلویزیونی جهان به صورت زنده و گسترده پخش و منعکس شد و اگر ملل دنیا پیام آنها را به خوبی فهم و دریافت کردند، ولی استبدادیان کر و کور بنابر ماهیت خیر سرانه و طغیانگرانه هنوز توان هضم و دریافت این پیام را پیدا نکردند.